همونطور که گفتیم تولباکس باکس کیوی یکی از تول باکس نیست که به صورت دیفالت تو محیط مطلب تعریف شده باشه. شما برای تعریف کردن تول باکس به محیط مطلب اول به سایت kwave.org مراجعه می کنید و در داخل سایت kwave.org میتونید تول باکس کیوی رو دانلود کنید و دا به محیط مطلب فراخونیش بکنید. تو قسمت هوم سایت kwave.org یه سری توضیحات کلی راجع به خود تول باکس کیوی اومده داده که پیشنهاد میکنم یه نگاهی بهش بندازید. همونطور که میبینید تول باکس هم میتونه برای محیط و هم محیط سی پلاس پلاس به کار بره. برای دانلود تولباکس کی شما به قسمت دانلود میرید توی قسمت دانلود اول شما باید رجیستر بکنید یا توی سایت ثبت نام بکنید تا بتونید تولباکس کی ویو رو دانلود کنید برای ثبت نام کردن تو سایت کی ویو روی رجیستر کلیک میکنید تا فرم ثبت نام براتون نمایش داده بشه توی فرم ثبت نام اول شما باید یه یوزرنیمی تعریف بکنید که من یوزرنیممو فرادرس اسماعیلیان میذارم. ایمیلتون رو باید بگید این دو تا پارامتر پارامترایی یعنی که حتما شما باید ذکر کنید میبینید که بغلش ستاره هم داره بقیه پارامتر رو میتونید ذکر کنید میتونید ذکر نکنید مثلا اگر وبسایتی دارید میتونید بگید همچنین اگر حالا اون حوزه تحقیقاتیتون رو خواستید ذکر کنید میتونید اینجا ذکر کنید نام دانشگاهتون رو میتونید بگید کشورتون رو میتونید بگید و حالا اینا دیگه بسته به خودتونه ولی حتما باید یوزرنیم و ایمیلتون رو تعیین بکنید توی این قسمت از شما میپرسه که میخواید از اخبار کیوی شما مطلع شید از طریق ایمیلتون حالا میتونید یست yes یا نو no رو بزنید و تو بخش آخر باید به سوال امنیتیشون پاسخ بدید و به سادگی شما توی سایت کیوی تونستید ثبت نام بکنید رجیستر رو که بزنید شما به سایت کیوی ثبت نام کردید بعد از اینکه شما تو سایت کیوی ثبت نام کردید یه ایمیلی از طرف خود سایت کیوی براتون ارسال میشه که اون ایمیل رو شما باید حتما بازش بکنید و روی لینکش کلیک بکنید که توی سایت به صورت کامل ثبت نام شده باشید. بسیار خب من به ایمیل هم مراجعه میکنم میبینید که یک ایمیلی از طرف خود سایت کیوی برام ارسال شده ببینید یوزرنیم و پسورد هم برام تعیین کرده و همچنین الان گفته از طریق این لینک میتونم به سایت کیوی مراجعه بکنم و هر کاری داشته باشم رو انجام بدم مثل اینکه تول باکس رو دانلود کنم یا اگر سوالی داشته باشم توی خود سایت مطرح کنم سوالمو یا هر کدوم از ویژگی دیگه ای که سایت کیوی فراهم کرده وقتی که روی لینک میزنم دوره به سایت کی میرم یوزرنیم و هم باید تعیین بکنم که تو خود ایمیلی که برامون ارسال شده یوزرنیم و پسوردمون هست و کافی فقط کپی پیستشون بکنیم خب یوزرنیم و این هم پسورد یوزرنیم و پسورد رو کپی میکنیم و توی خود سایت کی ویو لاگین میکنیم من الان توی سایت کیوی ورود پیدا کردم دوباره اگر به قسمت دانلود مراجعه بکنید و یه رفرش بکنید سایتو میتونید الان تول باکس رو از این قسمت دانلود بکنید که یه فایل 7.1 مگابایتیه که به صورت زیب هم ذخیره شده و شما میتونید اول اکسترکتش کنید و بعد شما ایت رو رو فراخونیش بکنید و اگر روی دانلود کلیک بکنید میتونید تول باکس رو داشته باشید تو قسمت اینستالیشن به صورت کامل اومده توضیح داده که چطوری میتونید تولباکس باکس کیویو رو به محیط مطلب فراخونی بکنید توی محیط ویندوز لینوکس تو جفتش گفته که چه کاری باید انجام بدید که حالا ما برای ویندوز رو به صورت کامل بهتون آموزش میدیم که چطوری باید تولباکس باکس کیویو رو به محیط مطلب فراخونیش بکنید همینطور اگر به قسمت لایسنسش مراجعه بکنید تو این قسمت خودشون ذکر کردن که تول باکس به صورت فری در اختیار شما قرار گرفته تنها هزینه‌ای که شما باید برای این تولباکس پرداخت بکنید اینه اگر یک روزی شما مقاله‌ای دادید و از تولباکس کی توش استفاده کردید شما حتما باید یکی از این مقالات رو بهش رفرنس کنید یا همون سایت بزنید اگر مقاله شما تو حوزه فوتوآکوستیک بود باید به این مقاله سایت بزنید اگر تو زمینه سی بود به این مقاله و همینطور به ترتیب در ادامه اگر شما سوالی داشته باشید راجع به تولبایس باکس و بخواید به صورت مستقیم از خود طراحان تولبایس باکس کیو سوالتون رو بپرسید میتونید این قسمت برید و سوالتون رو اینجا مطرح بکنید همچنین میتونید بقیه سوالات اینجا مشاهده بکنید و شاید سوالی که شما میخواید بپرسید قبلا پرسیده شده باشه و دیگه نیازی نباشه شما سوالتون رو مجددا بپرسید و به سادگی بتونید جواب خودتون رو دریافت بکنید تو قسمت پابلیکیشنز مقالاتی که از تورباکس باکس کیوی استفاده شده و همچنین پابلیش شده رو شما میتونید مشاهده بکنید و به هر کدوم که خواستید دسترسی پیدا بکنید. بسیار خب در ادامه میخوایم تول باکس کیوی رو به محیط مطلب فراخونیش بکنیم و دیگه شبیه سازیام رو توی خود محیط مطلب انجام بدیم.